مارول تو هالیوود اومد یه کار بزرگ و خاصی انجام داد. 34 تا پروژه ساخت و این پروژه ها همشون به همدیگه مرتبطن، از نظر داستانی هم رو ریتم داستانی خوبی جلو رفتن و این کار بزرگی بود که اون اومد انجام داد و یه مجموعه یک پارچه خاصی رو ساخت که قبلا مثلش رو ندیده بودیم. و وقتی MCU اومد شروع که کار خودش انجام دادن، خیلی بودن که سعی کردن از کار اون کپی کنن ولی نتونستن. و اینجا میخواییم دنبال این سال بریم که چطوری کوین فاگی تونست این کار رو انجام بده ولی بقیه نتونستن این کار بکنن. ما بارها استودیوهایی رو دیدیم که اومدن در مورد این صحبت کردن که قرار یه دنیای یک پارچه ای بسازن، ولی هر موقع هر فیلمی ساختن دیدیم فقط تو یه دنیا و اصلا تو زمین خودشون هم خارج نمیشن. چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا اونا نمیتونن این کارو انجام بدن؟ حتی DC با اون عظمتش و تعداد کاراکترهایی که داره و شخصیت‌های کمیکیش که خیلی خاص و دوست داشتنیان، ولی بازم نتونست بیاد این کارو انجام بده و هنوز به این موفقیت نرسیده. تو این ویدیو دقیقا میخواییم بریم ببینیم که استراتژی که کوین فاگی داشته چیه، چطوری تونسته کاری انجام بده که هنوزه خیلی ها نتونستن اون کار رو درکش بکنن و نمیتونن به اون نتیجه برسن. دیوید زاسلاف اومدش رو یه مدت پیش در مورد این صحبت که قراره که DC یه پروژه 10 ساله یه داشته باشه که دنیای بزرگی رو نشون بده و کاراکترها رو همه رو اوکی بکنه و بتونه مثلا مثل مارویل یه همچین حرکتی رو بزنه، ولی خب ما اینو بارها دیدیم و در مورد صحبت شده و هیچ وقت هم بهش عمل نشده. برای مثال اگه بخوایم این قضیه نگاه کنیم، اون یه بتمن خوب الان داره، کنارش هم جوکر رو داره، ولی به هیچ عنوان نمیاد اینا رو توی دنیا بذاره. میبینیم بازم دنیاشون با هم دیگه متفاوت و هیچ ربطی به هم دیگه نداره. پس برای شروع میتونست این کار رو انجام بده، حداقل اینا رو توی دنیا بذاره، ولی این کارو نکرده و وقتی که میاد همچین حرفی میزنه به نظر یه طوری مسخره است و انگار هیچ امیدی هم بهش نی. حالا کاری نداریم به حرفایی که اون زده و تو این ویدیو میخوایم به این نگاه بکنیم که کوین فاگی چطوری تونست این کارا رو انجام بده. پس حتما تا انتهای ویدیو همراه من باش و یاد نره که کانال ساب داشته باشی و زنگولی نوتیفیکیشن حتما روشنش بکنی. و همونطور که میدونی من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی، ازت ممنونم و بریم سراغش. حالا برای شروع بهتر که بریم از سال 2008 رو نگاه بکنیم ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاد. اونجا جایی بودش که اومدن کاراکتر آریون من رو به ما معرفی کردن و شاید اصلا باورتون نشه ولی آریون من یه شخصیت رتبه 30 حساب میشه و کسی اصلا فکر نمیکرد که قرار باشه فیلمش خوب در بیادش. و این اتفاق وقتی که افتاد، شاید همه انتظار داشتن اونا که فیلمو ساخته بودن به خاطر هزینه‌ای که کرده بودن بگم حالا مثلا یه فیلم خوبی میشه دیگه، ولی اینو فکر نمی‌کردن که قراره یه فرانچایز کل بار مسئولیتی خودشو بذاره روی شونه تونی استارک و باهاش بیادش جلو. و این اتفاقیه که توی استودیوهای دیگه نمیفته، چون اونو میترسن که شکست بخورن و سری میکشن عقب و هیچ‌وقت همچین هزینه‌ای نمی‌کنن. بیایم به این قضیه قشنگ‌تر نگاه بکنیم. مارول توی دهه 90 بیشتر کاراکترهای محبوب خودش رو از دست داد و اونا رو فروختشون، دیگه حق استفاده ازشون هم نداشت. مثلا مردان ایکس رو از دست دادش، در کنارش اسپایدرمن رو از دست داد، فانتاستیک فور رو از دست داد، هالک و خیلی شخصیت‌های دیگر رو، و نمیتونست ازشون استفاده بکنه. و اون موند و چند تا کاراکتر رتبه پایین که کسی هم دوست نداشتن اونا رو تماشا بکننشون. و خب هیچ کس هم انتظار نداشتش که با این کاراکترهایی که داره فیلم‌های خیلی درجه یکی هم بخواد بسازه. مثلا وقتی که آریون منو ساختش، اگه آریون من یه فیلم معمولی هم میشد همه میگفتن عجب فیلم خوبی بوده، چون اصلا کسی انتظاری نداشت از این شخصیت، چون این شخصیت کسی درست نمیشناخت که بخواد مثلا خیلی محبوب باشه براشون. ولی برعکس این اتفاق توی DC داره میفته. یه کاراکتری مثل بتمن و سوپرمن و واندر وومن، اینا کاراکترهای خیلی محبوبی هن و خیلی شناخته شدن، همه ازشون انتظار خیلی زیادی دارن. برای همین وقتی که میاد یه فیلمی میسازه، اگه مقدار فیلم بد باشه سریع صدای مردم در میاد. این اتفاق ما توی چی دیدیم؟ تو من آف استیل از طرف دیگه بتمن وی سوپرمن، و اون طرف هم دیدیم که این دوتا فیلمی که ساختهش روشون فشار آوردن و مردم راضی نبودن، بعدش لیگ عدالتی هم که به اومدن ساختن اونم داغون شدش. ولی در کنارش مارول اومد تمام این کاراکترها رو جدا جدا ساخت و تا برسه به اونجر، اون اومد هالکو قشنگ معرفی کرد، سورو معرفی کرد، آریون منو معرفی کرد، کاپیتان امریکا رو اووردش و در نهایت رسید به اونجر. ولی اصلا قبلش هم هیچ حرفی از دنیای مشترک هم نزد و اصلا کسی نمیدونست قرار به اونجر برسن.
برای همین کسی هم مارول انتظار نداشت که این شخصیتایی که داره معرفی میکنه همه درجه یک و عالی بخون از آب در بیان، ولی اگه بریم به جدول باکس آفیس و آمار فروششون نگاه بکنیم متوجه میشید که نسبت به هزینه که کردن تقریبا درآمد بدی هم نداشتن، ولی خب باز عالی هم نبوده. ولی دیدیم که فاگی به راه خودش ادامه داد. حالا دیسی میاد برنامه 10 ساله معرفی میکنه. تو این 10 سال زمان میتونه کلی اتفاق بیفته. اومدیم یکی از پروژه ها شکست خورد و اگه این اتفاق بیفته قراره که دو مرتبه این کل مجموعه 10 ساله تو رو خراب بکنه و زمین بزنه، چون قبلش اومدی اعلام کردی. ولی مارول این کارو نکرد، اصلا نمیاد بگی من میخوام اونجری بسازم، که هر فیلمو مستقل درست کرد، توسعه شخصیتش رو داد و در آخر به اونجر رسید و کسی فکر نمیکنه قراره یه همچین فیلم اکشنی ساخته بشه. ولی خب نگاه بکنه از طرف دیگه ای در برابر این کاراکتر رو ما مثلا بتمن رو داریم. اگه این فیلم یه ذره ضعیف بشه همه میان میگن او این چه فیلمیه ساختی، این ضعیف شده، این کاراکتر تو نابودش کردی. ولی در کنارش مردم وقتی فیلم های مارول رو نگاه میکردن در حد یه فیلم مارول بود که داره مثلا یه کاراکتری که معرفی میکنه میشستن نگاه میکنه، اصلا کاری نداشتن که قرار قوی باشه یا ضعیف، چون اصلا نه شناخت آنچنانی نسبت به اون کاراکتر داشتن نه اینکه اون کاراکتر براشون محبوب بود. ولی این یه مزیت بزرگ برای مارول حساب شد، چون اومدش خیلی با آرامش بهتر کاراکترهای خودش رو ساخت و کنار همدیگه گذاشته، براشون یه مسیری رو در نظر گرفتش. مثلا بیاید به این قضیه نگاه کنیم، اگه DC می اومد و تایتانا رو معرفی میکرد و از اون فیلم میساخت، به نظرتون کسی اینقدر انتظار داشت ازش یا بخواد بهشون فشار بیاره؟ نه، هیچ کس این کار رو انجام نمیده، بخواد اینکه اونا یه سری کاراکتری حساب میشن که اصلا مثلا درجه پایینن و برای کسی اهمیتی ندارن. ولی اگه میمد فیلم از اونو میساخت و خوب در میمد همه حسابی حال میکردن باش. حالا اگه یه نگاهی به نمره راتن تومیتوز فیلم های مثل آریان من و از طرف دیگه سور و هالک و اینو بندازیم، میبینید که فیلم های خوبی بودن ولی عالی و درجه یک نبودن. یعنی مردم اونا رو دوست داشتن ولی خب انقدرم درجه یک هم نبودن. اگه بخوایم مثلا اولویت بندی هم بکنیم به شما بگم کدوم یکی این فیلم ها رو دوست دارید، معمولا این فیلم ها جز اون فیلم های نیستش که بهش علاقه داشته باشید. ولی خب میبینیم که حسابی جواب داده بود و مردم اونا رو دوستشون داشتن تو زمان خودشون. این همون استراتژیه که فاگی اومده اعمال کرده، اومده با قدم قدم حرکت کردن تونسته مردم رو جذب این فیلم ها کنه. هیچ وقت یه فنپیج هواداری از یه چند تا شخصیت یه دفعه که ساخته نمیشه، که زمان میبره، با صبر و حوصله همچین چیز ساخته میشه. مثل اتفاقی که مثلا برای داستان لیگ عدالت مثلا زک سنایدر افتاد، اگه نگاه بکنی یه تایمی برد و یه مدت یه سری هوادار دور همدیگه جمع شدن و انقدر انرژی دادن و صحبت کردن اینا تا تونستن اون نسخه زک سنایدر رو بسازن و بیادش بیرون و بتونن رو تماشا بکنن. و این داره نشون میده که کوین فاگی تو این مدت آجر به آجر زیر بنای این مارولی که ما داریم میبینیم و ساخته، یعنی کلی زمان برده، کلی ریسک کرده، کلی اتفاق براش افتاده تا تونسته اینا رو هم دیگه بذاره. به خاطر همینه کسی داره نگاه میکنه داره مارول الان نگاه میکنه و براش غیر قابل درکه اینکه چطوری تونسته اون به اینجا برسه. و خب وقتی که اونا میبینن که یه کمپانی انقدر بزرگ شده، میان سعی میکنن از این بزرگیش کپی بکنن و به گذشتهش نگاه نمیکنن. ولی فاگی واقعا ریسک بزرگی که با یه سری کاراکتری کار کرد که الان انقدر محبوب شدن، قبلا انقدر محبوبیت نداشتن. مثلا خب اسپایدرمن یه کاراکتر محبوبیه، خیلی اونو دوستش دارن، ولی خب کسی به آریان من اینا اصلا توجه نمیکرد که الانه که انقدر میبینید اینا پیشرفت کردن تو این چند سالی که گذشته، واقعا تبدیل شدن به کاراکترهای دوست داشتنی. و این اتفاق قدم به قدم افتاد و این هواداری ها قدم قدم پیشرفتش اومد، فیلم ها رو تک تک ساخت، توسعه شخصیت داد، یه کاری کرد که شما به عنوان یه مخاطب مثلا از آریان من خوشتون بیاد، مثلا هالک خوشتون بیاد. این عشقی که نسبت به اون کاراکتر پیدا کرده بودی وقتی که اونا رو برد جمعشون کرد و اونجر رو ساخت، تمام این هوادارهایی که هر کدوم این شخصیت خوششون اومده بود دور هم دیگه جمع شدن تو یه فیلم محبوبی به اسم اونجر و یه دفعه اون فیلم مثل بوم ترکی. چون حساب کن چند تا کاراکتر داری و هر کی این کاراکترها رو دوست داره همه رو یه دفعه جمع می‌کنی تو یه فیلم و اون فیلم میترکونه، به خاطر اینکه هر کس به خاطر کاراکتر خودش میاد اون فیلمو نگاه می‌کنه، روش تعصب داره و اینطوریه که تو پیروز میشی. ولی حالا بیا به DC نگاه کن، DC یه دنیای بزرگی داره، کاراکترهای دوست داشتنی داره، ولی نمیتونه فیلمی که میخواد بسازه، چون میاد از کاراکترهای محبوب استفاده میکنه
و نمیتونه اونا رو خوب توسعهشون بده، قشنگ نمیتونه نشونشون بده و وقتی هم که یکیشون شکست بخوره سریع مجبور میشه که پروژه رو عوض کنه و کلا همه چیز خراب میشه، به خاطر اینکه هیچ وقت هیچ دنیای مشترکی نمیتونه داشته باشه. ولی خب این وسط مثلا بتمن متریب زرنگ بازی در بود. چرا؟ چون شبیه به کومیکا بود، ولی اومد خودش از دنیای دی سی جدا کرده، یه فاصله خاصی گرفتش و بعدش تونست به خاطر این اتفاقات یه مقدار محبوبیت به دست بیاره و این محبوبیت باعث شد که اون بیاد به که من میخوام شماره های بعدی از این فیلم بسازم و بعدش دید استقبال مردم زیاده، گفتش که من میخوام حتی چند تا اسپیناف هم از این سریال بسازم در مورد شخصیت های دیگه و بیاد اون شخصیت ها رو جدا جدا یه توسعه شخصیت خوب بهشون بده، اونا رو حسابی معرفی بکنه و این یه حرکت بزرگ و امیدوار کننده است که ما توی یه ریتم داستانی حداقل ببین نسبت به یه شخصیت یه مثل بتمنه و زیر مجموعه و کاراکترهایی که داره قراره که چند تا فیلم خوب ببینیم و احتمال این وجود داره که متریپس اگه بتونه به پروژه های خودش ادامه بده حتی بتونه مثلا اون قسمت گاتام سیتی رو حسابی خودش بسازه و همه چیزش رو دست خودش بگیره و اینطوری حداقل یه قسمتی از دنیای دی سی که برای بتمن میشه تکمیل و کامل میمونه. حالا یه کار دیگه که باید دی سی و امثال دی سی بکنن تا بتونن موفق بشن اینه که یه مقدار انتظارات خودشونم بیارن پایین. حالا اگه تو یه فیلمی ساختی و به نظر خودت بد شد دلیل بر این نیستش که بخوای اونو حذفش بکنی، مثل اتفاقی که مثلا برای بتگرل افتاد، ما دیدیم که گفتن امتیازش حتی با بلک آدم هم یکی بوده، خب برای چی حذفش میکنی؟ باید این فیلم‌ها ساخته بشن تو بتونی این کاراکترها رو یه طوری توسعه بدی، معرفیشون کنی، یه کاری کنی مردم جذب این کاراکترها بشن. حالا فیلم بد بود، درست خوب پیش نرفت، ولی حداقلش اینه که میتونه مثلا یه محبوبیتی داشته باشه. هالک و آیرون من و کاپیتان امریکا و ثور اینا کاراکترهایی بودن که اولش محبوبیت آنچنانی نداشتن، ولی مارول اومد اونا رو ساخت و این ریسک رو انجام داد و یه پایه درست کرد برای اون چیزی که میخواست بهش برسه. حالا استودیوهای بزرگ مشکلشون اینه که میان بزرگی اینو نگاه میکنن و میخوان دقیقاً همینو کپی کنن و نمیتونی این کارو انجام بده. تو اصلا زیر مجموعه اون پایه اولیه رو نداری، تویش زیر ساختی برای این کاراکترها نداری. تا وقتی یه استودیوی مثل دی سی میاد و این فیلمو درست میکنه و مد نظرش نمیشه، کل آیندهش خراب میشه به خاطر اینکه همه چیز عقب گفته، فشار روشه و میاد سعی میکنه فیلم خوب بسازه، نمیتونه، هی حذف میکنه، هی پول الکی حروم میکنه. ولی برعکسش کوین فاگی اومدش، وقت گذاشت، صبر کرد، یه تایمی و جلو رفت و تونست به این پروژه‌ای که میخواد برسه و الان میبینیم که انقدر مثلا جرأتش رو پیدا کرده که حتی میاد پروژه‌های آینده خودش رو تو فازهای مختلف همه رو اعلام میکنه و این داره نشون میده که دیگه اون به این قدرت رسیده. حالا درسته که همیشه حرف محضیات میزنه، ولی اون یه آدم خیلی بزرگی و این مسیر رو هر کسی نمیتونست بسازه. و یه نکته دیگه که در مورد مارول وجود داره اینه که نمیاد همه شخصیت ها رو در موردشون فیلم بسازن. اصلا ما یه سری کاراکتر فرعی میبینیم که توی چند تا فیلم هستن، ولی توسعه شخصیتشون تو اون فیلم های مختلفه و میاد اونا رو تو اونجا هی معرفی میکنه تا بعدن بتونه ازشون یه جا کامل استفاده بکنه و نمیاد وقت بذاره یه فیلم مستقل اصلا برای این کاراکتر بسازه بگه این اینه. وقت خودشو میذاره رو اون کاراکترهایی که مهمترن و برای اونا فیلمای بیشتر میسازه، کنارشون کاراکتر فرعی ها رو معرفی میکنه و این کاریه که دی سی هم بیاد انجام بده. چون تو فیلمای دی سی نگاه میکنیم اون کاراکتر فرعی ها رو اصلا نشون نمیده، همه کاراکترهای مهمن که دور هم دیگه جمع میشن و این باعث میشه که اگه یکیشون شکست خورد دیگه نتونه بیاد بقیه‌شون رو معرفی بکنه، چون این فیلم شکست خورده همه اونایی که اون تو هم بودن میرن کنار پی کارشون. و نکته بعدی اینه که DC میاد اعلام میکنه و میگه که ما اگه فیلم بد بسازیم هر چقدر هزینه شده باشه من کنسلش میکنم. و خب اگه اینطوری باشه تو همش داری پول حروم میکنی و قراره خیلی کاراکتر رو فیلم ها رو کنسل میکنی به خاطر اینکه اون چیزی که باید بسازی و بخوای اون چیزی باشه که تاپ باشه مثلا در حد یکی از فیلم های برتری که الان مارول داره تو بخوای بسازی نمیتونی، چون کارگردان های خوبی نداری، تیم خوبی نداری و هزینه خیلی زیادی میخواد و خب معلومه که به نتیجه نمیرسه. و در کل بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، واقعا کوین فاگی راهی اومدش که تا الان هیچ کس نتونسته تو این مسیر حرکت بکنه و انقدر جرأت و ریسک‌پذیری بالایی داشت و اومد از کاراکترهایی که زیاد اهمیت نداشتن استفاده کرد تا تونست این دنیای مارولی رو بسازه که ما داریم نگاه میکنیم و به شخصیتایی که فرعین و توی داستانه خودش داره توجه خاصی کرد تا تونست اونا رو بیاره و معرفی بکنندشون و اینطوری
یه طورای اعتبار بهشون داد و باعث این میشه که جلوتر تو فیلم‌های بعدی هم دیده بشن و این استراتژیه که کوین فاگی داشته، صبر و آجر به آجر جلو رفتن. یعنی مهم نیستش که اگه تو یه قدم کوچیک برمیداری و دیده نمیشه، چون این قدم‌های کوچیک توئه که قراره در مجموع کنار همدیگه قرار بگیره و یه کار بزرگی رو درست بکنه، یه اتفاق بزرگی رو برات بسازه که شاید کسی قبلش فکرشو نمیکنه یا اصلا مسخرت بکنن بگن خب برای چی داری این کارو میکنی، یه قدم کوچیک مسخره است، ارزشی نداره. ولی وقتی که کنار همدیگه جمع بشه، اینا اگه تیکای یه آجر باشه و بذاریشون کنار همدیگه و بیان بالا، بعدن تبدیل میشه یه دیوار بزرگ و یه ساختمون و همینطوری شکل میگیره و مثل اتفاقی که داره برای مارول میفته. ولی برای دیسی میبینیم که هی یه آجر میذارن، دوتا آجر میذاره، یارو میگه من با این حال نمیکنم، میزنم هر خراب میکنه و نابودش میکنه میره. در مجموع امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و یه درک خوبی نسبت به این داشته باشید که چرا کوین فاگی تونست و بقیه نتونستن. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. حتما یه لایک به ویدیو بده، کانال رو ساب بکن و زنگولی و نوتیفیکیشن حتما روشنش بکن. و من آیم گروت رو بررسی کردم، انیمیشنش رو براتون میذارم اینجا. خب اون تحلیل خاص که نداره دیگه، کلا هر قسمتش رو هم دیگه مجموعاً بخوای جمع بکنی 15 دقیقه مفید نمیشد، ولی توش یه چند تا ایستریگ و ارجاع به فیلم‌های مختلف هستش که دوست داشتی برو این ویدیو رو هم تماشا بکن. خب دیگه حرفی هم نمیمونه، تا ویدیوی بعد، بدرود.